دوستان، امروز میخوای با هم دیگه خورشت گل کلم با نعنا جعفری رو با هم درست بکنیم. خورشت گل کلم با نعنا جعفری یک خورشت بسیار خوشمزه و متفاوت است با خورشت دیگه. مواد لازم برای تهیه خورشت گل کلم با نعنا جعفری حدودا برای 4 نفر: گل کلم 1 کیلو، گوشت خورشتی 300 گرم. البته به جای گوشت خورشتی میتونید از مرغ یا گوشت چرخ کرده استفاده کنید. نعنا و جعفری سرخ شده 200 گرم. پیاز خلالی خرد شده 1 عدد. فلفل به میزان لازم. زعفران ساییده شده 1 قاشق چای خوری. اگر داشتید میتونید از ادویه کاری یا ادویه خورشته هم استفاده بکنید. نمک به میزان لازم. ربع 2 قاشق غذاخوری. زردچوبه به میزان لازم. آب قوره 1/2 فنجان. ابتدا داخل قابلمه روغن ریخته پیازهای خلالی شده رو داخل اون میریزیم، تفت میدیم. پیازها که کمی سبک شد گوشت رو داخل اون می‌ریزیم. گوشت رو 7-8 دقیقه تفت میدیم. گوشت ها که رنگش تغییر کرد ربطمون رو داخلش می‌ریزیم. ربط رو سرخ می‌کنیم تا رنگ باز کنه. از زرد باید میزیم. به تفت میدیم. شیش تا پیمانه آب میریزیم. آب که به جوش اومد در ظرف رو میذاریم و حرارت رو کم میکنیم. گل کلم ها رو پس از اینکه خرد کردیم مقداری نمک روش میپاشیم و 30 دقیقه اون رو کنار میذاریم. بعد از 30 دقیقه که گل کلم ها رو نمک زدیم و گذاشتیم بمونه، با روغن و یا کره 10 تا 12 دقیقه تفت کنیم گل کلم ها رو. میتونید که داخل فر بذارید یا میتونید بخار پزش بکنید یه نظر. بعد از 1 ساعت که گوشت ما پخت، نعنا جعفری که سرخ کردیم آماده هستش، داخلش میریزیم. پس از اون ادویه آب قوره، فلفل، و نمک. درش رو میبندیم. 1 رو میذاریم که بپزه. خورشت ما را افتاده. گل کلم هاش رو داخلش میریزیم. گل کلم بیشتر از 10 دقیقه نباید بمونه چون له میشه سریع. زعفرون دم کرده رو هم میریزیم. درش رو میذاریم. پس از 10 دقیقه خورشت ما آماده شده. این خورش رو میتونید با پوره زعفران نوشجان بکنید. امیدوارم که این خورش رو درست بکنید و میل بفرمایید. اگر از این غذا خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، عضو کانال بشید،
و با دیگران به اشتراک بذاریم.